به دنبال سخنرانی شیخ فریدون حسن روحانی در روز 18 خرداد در سالن افراسیابی در تهران، نیروهای سرکوبگر اقدام به دستگیری شماری از جوانانی کردند که قصد داشتند این تجمع را تبدیل به تظاهرات اعتراضی علیه تمامیت رژیم آخوندی کنند. به دنبال برپایی تظاهرات عظیم با شعار مرگ بر دیکتاتور در اصفهان، رژیم آخوندی در وحشت از برپایی تظاهرات دیگری با همین شعار از برپایی مراسم ترحیم برای طاهری امام جمعه سابق اصفهان در تهران جلوگیری کرد. وی 10 سال قبل خامنه‌ای را بدتر از فرعون لقب داده بود. روز 18 خرداد جوانان مریوانی با نیروی سرکوبگر انتظامی درگیر شدند. این درگیری در اعتراض به دستگیری یک دانشجوی دانشگاه آزاد مریوان بود. سایر جوانان نیز به دانشجویان پیوسته و با نیروهای سرکوبگر و حراست دانشگاه درگیر شدند. کارگران کارخانه شکر زاغه در خرم‌آباد به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌هایشان روز 18 خرداد دست به اعتصاب زدند. کارخانه گونی‌بافی رشت، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های گونی‌بافی در گیلان، به دلیل عدم رسیدگی در معرض تخریب قرار گرفته است. بنای این کارخانه 4 سال قبل ثبت آثار ملی شده است. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز 18 خرداد نوشت هم‌اکنون به دلیل بی‌توجهی در معرض تخریب قرار دارد و بخشی از سازه کنار آن نیز برای ساخت پارکینگ خودروهای کارکنان و مراجعین به سازمان جهاد کشاورزی گیلان تخریب شده است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع به گرانی دارو تا 70% اذعان کرد و روز 18 خرداد گفت دارو تا کنون 30-70% افزایش یافته است و این مسئله صحت دارد. شهریاری در مورد چشمانداز کاهش قیمت دارو و آب پاکی را روی دست مردم ریخت و گفت این که فکر کنیم در مدت 1-2 سال می توانیم این هزینه ها را کاهش دهیم به هیچ وجه درست نیست. یکی از اقدامات فریبکارانه خامنه‌ای در دانشگاه ها بعد از اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه عواملش و دستگیری و اخراج شمار زیادی از دانشجویان، راه اندازی مسلکی به نام کرسی آزاداندیشی در دانشگاه ها بود. آشین بساط مسخره آنقدر شور است که عارف کاندیدای از فیلتر شورای نگهبان ارتجاع عبور کرده به آن اذعان کرد و به گوشی از اختناق حاکم بر دانشگاه ها که در وحشت از خیزش های ضد حکومتی دانشجویی صورت گرفته اعتراف کرد. من نمیدونم به چه دلیل دانشگاه ها امسال در نیم سال دوم ترمشون فشرده شد، زمانی که باید دانشجو در دانشگاه حضور پیدا بکنه. بالاخره بناس حماسه سیاسی خلق بشه و دانشجو همیشه نقش محوری داشته. دانشجو به دانشگاه یک گروه مرجع بودن. ترما فشرده میکنن، عملا تا پایان اردیبهشت ماه کلاس ها تعطیل میشه و متاسفانه الان که دانشجو باید در دانشگاه حضور داشته باشه، فعال باشه، زمان امتحاناتش و اون روح و شادابی که باید در دانشگاه، نشاطی که باید در دانشگاه الان وجود داشته باشه رو ما نمیبینیم. یا استاد دانشگاه الان برای که به یک کنفرانس علمی بره توسط حراست پرسجو میشه، سوال میشه ازش که برای چی میخوای بری، یا به محضی که یه مخالفتی میکنه متاسفانه با مسئله لغو قرارداد استخدام یا بازنشستگی روبرو میشه. بله، کرسی آزاداندیشی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده. گزارشی هم در سال گذشته بود در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد که چرا استقبال نمیشه از این کرسی ها.